ما دوچرخه ما زیاد مشکلی نداریم، قدم زدن و دوچرخه سواری مشکلی نداریم، ولی بحث ما بیشتر سر ترددهای غیر مجازه که میان برای شکار، برای تخریب و باعث ریخت و پاش زباله میشن، تخریب رستنی ها میشن و عملا اون تعریف پارک دیگه از بین میره. مثلا شما ایام تعطیل اگه بیاید اینجا با انبوی از خودرو مواجه میشید که بعد میگید اینجا پارک ملیه، پارک شهره، مثلا فرق میکنه. که رودخانه سپیدرود هم الان شما میبینید از داخل همین منطقه رد میشه. رودخانه سپیدرود زایشگاه طبیعی ماهیان استخوانی، ماهیان خاویاری و پر آبترین رودخانه شمال کشوره که خب ما افتخار داریم که از داخل پارک ملی رد میشه. وقتی از داخل پارک ملی رد میشه دیگه حفاظت گناه به عهده ما است و با این کار عملا داریم زنجیره حفاظتی رو محکم میکنیم. مرغابی سانان بیشترین حضور رو دارن، غو و پلیکان و انواع اقسام پرنده هایی که زمستان گذرانی میکنن به سمت این پارک میان. امسال سرشماری که انجام دادیم با توجه به حفاظت بیشتری که همکارای من انجام دادن در این حوزه، سرشماری که همکارای کارشناس طبیعی ما انجام دادن در حال حاضر 3 برابر نسبت به سال گذشته ما حضور نسبت به تعداد تو منطقه داشتیم و این نشون میده که وقتی جای امن باشه پرنده احساس آرامش میکنه و میمونه، امکان داره بعدن زادآوری بکنه. درگیری با اونا نیست، ما میخوایم به وظایفی که داریم و برای همین نسل‌های الان. قرص پیگیری که ما انجام دادیم با حمایت خوب دستگاه قضایی و همکاری نیرو انتظامی، از امروز داریم کنترل میکنیم و ورود هر گونه خودرو رو به داخل پارک ممنوع میکنیم. این ورودی رو می‌بندن جمعه اینجا بلوغ میشه. این منطقه